فلعنت الله علی اهدای مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب جلسه گذشته درباره مراتب وجود من توضیح دادم، متن رو فقط باید بخونیم دیگه. متن رو میخونیم. توضیح میدم خب بعد. از نظر فلاسفه حقیقت وجود و حقیقت وجود و هستی، حقیقت تشکیکی و حقیقت مشکک است. سلام علیکم. به این معنی که وجود یک حقیقت است و دارای مراتب می باشد. مرتبه اعلای وجود که به یک نظر اطلاق مرتبه به آن صحیح نیست، سلام علیکم، عبارت است از مرتبه اطلاقی و مرتبه واجبی. چون توضیح دادن یعنی چی؟ که وجود محض و صرف وجود است و حد و حدود ندارد و بی نهایت است و هیچ گونه نقص و عیب و عدم به آن راه ندارد، زیرا که صرف الوجود است و هر کمالی را واجد است و غیر آن، یعنی مراتب دیگر وجود که مراتب امکانی است، هر مرتبه طور خاصی از حقیقت وجود و نحوه خاصی از آن است و در نتیجه هر مرتبه از مراتب امکانیه غیر دیگر مراتب غیر مراتب دیگر بوده و کثرت وجودات یا موجودات هم از همین اختلاف مراتب و از همین اطوار و انحاء وجودات است. توضیح دادم یعنی چی کثرت، یعنی چی؟ در حتی نور گفتیم که اختلاف سطح نورها باعث میشه با هم چی بده کنن؟ شدت و ضعفشون باعث میشه که اختلاف بده کنن. این مثلا نور یه شمعیه، این نور دو شمعیه، این نور صد شمعیه، اختلاف بده کنن. اختلافشون مال چی هستش؟ مربوط به خودشون هست، مربوط به شدت و ضعف وجود خودشون هستش. هر مرتبه از مراتب امکانی، در حتی ممکنه وجود هم صحبت کردیم، مراتب امکانی یا مراتب موجودات ممکن وجود. سلام علیکم رحمت الله. هر مرتبه از مراتب امکانی وجود دارای حدود معین و با تفاوتی که در مراتب امکانی هست، یعنی بعضی کاملتر و بالاتر از بعضی و بعضی ناقصتر و ضعیفتر از بعضی، همه آنها محدود بوده. یعنی با اینکه اختلاف دارن اما به هر حال همه مراتب امکانی چی هستن؟ محدود هستند و قسمتی از وجود و کمالات وجودی را دارند و همه مراتب امکانی قائم به مرتبه واجبی و وجود مطلق، یعنی مبدأ متعال است. مبدأ متعال قائم به ذات است، یعنی ذات او عین وجود و هستی و صرف الوجود است و خود هستی است، نه اینکه ذات چیزی باشد و وجود چیز دیگری. یعنی بین ذات و وجود جدایی در واجب الوجود نیست، برعکس ما بین ذاتمون و وجودمون اختلاف هست. یعنی ما یه وجود داریم در ذهن و یه ماهیتی داریم، جدا میشن از هم دیگه. مثلا شما میگید انسان حیوان ناطق، تصورش میکنید حالا این حیوان ناطق چی پیدا کرده؟ وجود پیدا کرده. دقیق بفرمایید چی پیدا کرده؟ وجود پیدا کرده. یعنی میتونست وجود نداشته باشه. پس ما یه ماهیتی هستیم که وجود داریم و در خارج یکی هستش، دوتا نیست. در خارج ماهیت و وجود یکیه. در ذهن که تحلیل میکنیم چی هستن؟ دوتا هستن. حیوان هم میتونه وجود داشته باشه، میتونه نداشته باشه. حیوان هم یه ماهیتی از جسم نامی حساس، میتونه باشه میتونه نباشه. گفتیم ممکنه وجودات همه همینطور هستن دیگه، میتونن باشن میتونن نباشن. اما درباره خداوند تبارک و تعالی این گونه نیست. یعنی شما چیزی نه ماهیت نداری داشت. این ماهیت هم که من دارم عرض میکنم ماهیتی هستی ما در تعریف منطقی از انسان سراغ داریم و الا دروس معرفت ثابت میشه که انسان اصلا ماهیت نداره، فوق ماهیت انسان، فوق تجرد هست و فوق ماهیت هست. خب شاید بهتر بود به جایی که انسان رو مثال بزنیم موجودات دیگری رو مثال بزنیم، مثل حیوانات، مثل اشیاء، مثل چیزهای دیگه که ما براشون در ذهنمون یه وجود انتظام میکنیم، یه چی؟ یه ماهیت، یه تعریفی از خودشه.
نه اینکه ذات چیزی باشد و وجود چیز دیگری. و وقتی ذات عین وجود و عین هستی است و ذات مبدا متعالی یعنی وجود محض و محض وجود و محض وجود طبعا قائم به ذات است، احتیاجی به هستی دیگر ندارد. این در طب واجب الوجود. و اما مراتب دیگر یعنی مراتب امکانی وجود، از آنجا که ذات هر مرتبه غیر وجود هستی آن است و وجود عارضی است و ذات هر کدام از مراتب در حد ذات خود فاقد وجود و عدم است و نسبت آن به وجود و عدم یکی است و اگر بخواهد وجود پیدا کند احتیاج به علت دارد، تا علت با اعطاء وجود ذات را از حالت تساوی نسبت به وجود عدم بیرون آورده و تحقق بخشد، طبعا همه آنها یعنی همه مراتب امکانی به طور مجموع و در کل قائم به مرتبه واجبی است و او علت افاضه کننده وجودات به همه مراتب امکانی یا به همه ماهیات ممکن است. خب این تعریف ممکن وجود داره میکنه که ممکن وجود اینطوری هستش. نکته‌ای که گفت من این مرتبه دیگه لازم توضیح بدم، دست قبلم توضیح دادم، اون این هستش که چی هستش؟ هر مرتبه غیر وجود و هستی آن است، ذات هر مرتبه غیر از هستیش هستش. مثلا وقتی میگیم مرتبه در قیامت یا کل شیء انحال کن الا وجهه، توضیح دادیم این رو، گفتیم جنبه وجه الخلقی از بین میره، جنبه وجه الله میمونه، بالاخره وجود هست اما هستیش اون به صلاح ذاتش از بین، ذات خلقیش از بین میره. اون وضعیتی که الان ما داریم میبینیم در قیامت نسبت به اشیا نمیبینیم. نه مخلوق که همیشه مخلوق هستش خود دیگه. و همه این مراتب یا بی واسطه یا با واسطه معلول مرتبه واجبی است. به بیان دیگر خود وجود محض و صرف الوجود عین وجود و هستی است، و اما وجودات محدود و یا اطوار وجود از همان وجود محض و محض وجود نشأت می‌گیرد و قائم به اوست و قوام بخش آنها همان محض الوجود و صرف الوجود و وجود مطلق است. این به صلاح متنی بود که جلسه قبل توضیحش رو دادیم. یه بحثی هم هست شبیه همین بحثی که الان خوندیم، تنزلات وجود از نظر فلاسفه الهی که وجود از مرتبه عالی خودش به مرتبه واجبی خودش چجوری تنزل داشته تا به پایین ترین حد رسیده. به این میگن قوس نزول. قوس نزول از مبدأ چجوری به پایین آمده. از نظر فلاسفه الهی وجود تنزلات داشته و در سیر تنزلی خود از مخلوق اول و معلول اول و بی واسطه که از سعه وجودی و از کمالات وجودی وسیع برخوردار است گرفته و پایین تر می آید. پس یه مخلوق اول داریم، خداوند اول یه مخلوق رو خلق می کنه. خب این مخلوق چی هستش؟ تعابیر مختلفی ازش آمده، ازش تعبیر شده به روح. اولین چیزی که خداوند خلق کرد روح، الروحا یه چیز مشخصی است که ما هم یه نفخه از اون هستیم. نفخت و فیه من روحی، روح خدا نزدیکترین مخلوق به خداست و شبیهترین مخلوق به خدا و تبارک و تعالی است. خب بعد میفرماید از اون روح من دمیدم در انسان ها و نفخت و فیه من روحه، یعنی از اون مخلوق اول. اسم دیگرش عقل هست و روایت دیگه هم که فرمودن نور نبی یکتم صلی الله علیه و آله و سلم. محمد و بله. و به تعبیر دیگه ما پرتو اون عقل هستیم یا پرتو اون روح هستیم یا پرتو نبی اکرم هستیم. پیامبر فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود. اول ما خلق الله عقل، باز اولین چیزی که خدا خلق کرد عقل بود در روایت داریم. هر سه این مسائل هستش در روایت.
حالا میتونیم تطبیقش کنیم به هم دیگه، یک میچیز هستش. تعارض ایجاد میشه بعد. و هرچه مراتب وجود و هستی از مبدأ وجود فاصله بگیرد، وجود ضعیفتر شده و حدود بیشتر و حدود بیشتر. یعنی هرچه میره پایین چی میشه؟ وجود کم میشه، حد بیشتری بهش میخوره. تختم چه نیست و و اعدام و نیستی ها و نقائص زیادتر و نداشتن ها بیشتر میگردد و کثرت ها و غیریت ها هم شدیدتر و زیادتر میگردن. یعنی هرچی از بالا به پایین کثرت چی میشه؟ بیشتر میشه. من دارم بهش چیز میدن دیگه، یعنی این نظر فلسفه هستش، فلسفه الهی ها البته، دقت فرمایید. بله بله، یعنی این فلسفه الهی یعنی فلسفه به اضافه مدارک متون دینی. بی نهایت نظرشون اختلاف داره با هم دیگه، مختلف هست. و نقایص زیادتر و نداشتن ها بیشتر میگرد و کثرت ها و غیریت ها هم شدیدتر و زیادتر میشود و این سیر تنزلی به مرتبه ای که ضعیفترین مرتبه است و در حقیقت مغرب وجود است. مغرب وجود است یعنی چی؟ یعنی وجود دیگه در اون موجود چی کرده؟ غروب کرده، میرسد و آن مرتبه است که از وجود و هستی و کمالات و فعلیت های وجودی و بود و بودها و داشتن و داشتن ها بی نصیب بوده و فقط آنچه از وجود و هستی بهره دارد عبارت هست از اینکه قابلیت کمالات وجودی و هستی ها را دارد و آماده قبول کمالات و وجودها و فعلیت هاست و بیش از این از هستی و وجود حظی ندارد و آن ماده اولاست که با قبول صورت ها و وجودها و هستی ها یکی پس از دیگری به سر صعودی خود می‌پردازد. من در این باره توضیح بدم، یه مثال هم بزنم برای تفهیم من بیشتر مطلب. خب از وجود مطلق که صرف الوجود هست و بسیط هست و هیچ ترکیبی درش راه نداره، چون اگر در صرف الوجود ترکیب راه داشته باشه، آفرین، چی ایجاد میشه؟ مسئله نیاز هست. یعنی در نیاز چی؟ نیاز وجود به اجزای خودش، نیاز صرف الوجود به اجزای خودش. برای همین میگیم خداوند تبارک و تعالی بسیطه و جزء نداره، ترکیب نداره خداوند. از اونجا به بعد سایر مخلوقات، ما مخلوق اول، دوم، سوم، حالا همینجوری که ایجاد شده، اینا هر مقدار که پایین تر میایم میبینیم که درشون چی ایجاد میشه؟ کثرات بیشتر میشه، همینطور حدود دارن، هی حد میخورن، هی ضعیفتر میشن تا میرسه به پایین ترین مرحله که ماده اولاست. ماده اولا را اسمای دیگه هم داره، بد نیست حالا بدونید یا یادداشت کنید. ماده نخستین بهش میگن یا هیولا، هیولا. بله، این هیولای اولا یعنی اون حالتی از ماده که هیچ فعلیتی نداره مگر پذیرش فعلیت ها. یعنی دیگه هیچ قوه محضه، که البته ما همچین چیزی در خارج به صورت اینجوری خالص نداریم. یعنی شما به هر حال ده بعضی آخر اعتقاد پیدا کردن به اینکه بوده مثلا همچین ماده خامی، ماده خالصی وجود داشته که فقط قوه است، بعد فعلیت ها و صورت های پذیره. اما این واقعا قابل قبول نیست، چون شما نمیتونید در خارج هم چیزی پیدا بکنید. به هر حال اگر پیدا بکنید و بگید که هم چیزی هست، به هر حال این باید وجود داشته باشه دیگه، باید یک فعلیتی برخوردار باشه و این به هر حال فعلیت داره. مرحوم علامه تعبیر کرده در نهایت الحکمه که فعلیته انها لا فعلیت لها، فعلیتش این است که هیچ فعلیتی نداره.
یعنی قوه محضه، توان محضه، استعدادی درش نیست، هیچ چیز در شکوفا نیست. شما در خارج عملا هم چیزی نمیبینید، ندارید در خارج. در خارج دست رو هر ماده بذارید به هر حال دارای خواص، آثار و استعدادهایی هستش. حداقل میتونیم بگیم، حد اکثر میتونیم بگیم بوده حیولای اولا، یا ماده اولا یا ماده نخستین، یا چی هستن؟ یه امر فرضی است. یعنی در تجزیه فرضی و ذهنی ماده، پایین ترین مراتب ماده، ما میتونیم تقسیم کنیم بگیم بله ماده در حالت اولیه‌اش هم چیزی میتونه باشه، ولی وجود خارجی نه. این یه نکته. من یه مثالی هم الان توضیح میدم خدمتتون، مثال مهمی است. بعضی از دوستانی که کلاس دوست معرفت بودن میدونن، بعضی هم که نبودن خب الان آشنا میشن باش، بلکه یه مقدار آشنا میشن با وضعیت تنزلات وجود به چه نحو هستش. البته در این مثال ظرافت های دیگه هم هست، اگه کسی دقت کنه میتونه اون ظرافت ها رو هم بگیره. این نزول رو ما شبیهش رو در انسان داریم، که حالا مثالی که میتونیم بزنیم سیر صعودی و نزولی هست. سیر نزولی در استاد هست و سیر صعودی در شاگرد هستش. در استاد سیر نزولیش این هستش که به جای خودش ثابت شده که انسان مساویس با اندیشه، و اصلا ما ارزشی که برای افراد قائلیم به خاطر چی هستش؟ به خاطر جسمشون که نیستش که، مثلا خوشگلن، زشتن، بلندن، کوتاهن، چاقن، لاغرن، بعد سفید پوستن، سلام علیکم، سیاه پوستن. ما با اینا کار نداریم اصلا. ما انسان ها رو در همه جا، ما که میگیم همه انسان ها همینطور هستن، انسان ها رو چگونه بهشون اهمیت؟ به خاطر فکرشون و اندیشهشون بهشون اهمیت میدن. انسان مساویست با اندیشه. حالا این اندیشه در استاد هست، استاد خودش عبارت است از همون اندیشه. خب این استاد اگه بخوایم از اندیشهش مطلع بشیم چیکار میتونیم بکنیم؟ مثلا بگیم تکونش بدیم اینجوری، مثلا بگیم تکون مثلا بهش بدیم بریز محتوای استاد بیرون. محتوای استاد بریز بیرون، خب نمیریزه بیرون دیگه. یه واسه بریم مغزش رو بدوزیم چیکار کنیم که به هر حال اون اندیشه، اون فکر، اون وجود چیکار کنه؟ تنزل بکنه، ظاهر بشه. اینام استدلالای علمیشون در دروس معرفت صحبت شده که علم عبارت است از وجود. همون مباحث اول ثابت کردیم که علم مساویست با وجوده، که دلایلش این است که وجود چی هستش؟ منشأ اثر هستش. پس اندیشه داشتن یعنی از چی برخوردار بودن؟ از وجود بالاتری برخوردار بودن. وجودات رو شما ارزیابی میکنیم از جماد، نبات، حیوان و انسان. تو انسان ها وجودات رو که ارزیابی میکنیم میگیم انسان عالم با ارزشتر انسان بی علم یا جاهل ارزش کمتری داره. توی همه موجودات انسان اصلا با ارزشتر و میونه همه انسان ها عالم ترین ها. مبنای دینی هم داره، اکثرکم علما، اکثرکم قیمتن، اکثر الناس قیمتن، اکثرهم علما. نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود بیشتر مردم از نظر قیمت با ارزش ترین مردم عالم ترین هست. خب حالا انسان مساویس با اندیشه یعنی از وجود بالاتری برخوردار هست، استاد یعنی از علم یا از وجود بالاتری برخوردار هست. حالا ما این اندیشه وقتی استاد میخواد بدش به شاگرد، نمیتونه بیاد مثلا وایس جلوی شاگرد، بعد مثلا شاید هم همون چیزی که استاد میدونه بشه، اینجوری نمیشه. سیر خاصی رو داره، اصلا وجود اینجوریست، باید سیر خاص خودش رو طی بکنه. مثلا من بگم که حالا اون کتاب هستش، من کتاب بذارم مثلا زیر سرم صبح پاشم عالم بشم، نمیشه. این سیر باید انجام بده. استاد این اندیشه است، این اندیشه رو باید چیکارش کنه؟ نزولش بده. نزول که میخواد بده، حرفی که میخواد بزنه،
هستی رو که اون اندیشه بالایی که برخورداره میخواد بدش به شاگرد منتقل کنه به شاگرد. خب اول اینو چیکار میکنه؟ این اندیشه رو که داره باید اگر اندیشه عقلی هستش یا فوق عقلی، یکی از این دوتا. عقلی هستش مثلا چی هستش؟ مثلا میخواد ثابت بکنه مثلا A2 مساویست با B2 به اضافه C2. خب در مثلا مثلث قائم الزاویه مربع وتر مساویست و مجموع مربع دو ضلع دیگر، این یه بحث عقلیه دیگه، یعنی فرمول عقلی هستش، این میخواد ثابت بکنه. این اول باید بیاد چیکارش کنه؟ باید بیارش توی خیال خودش یه مرتبه بدش پایینه، یعنی از عقل بکشونش به کجا؟ به خیال خودش. تصور کنه که چی میخواد، چجوری باید بگه. این دو میارش تو خیال، اونی که میخواد بگه. بعد از که آوردش تو خیال میکشونه، تبدیل به چی میکنه این رو، این حقیقت رو؟ تبدیل به ماده میکنه. به تبدیل ماده میکنه یعنی تبدیل به چی میکنه؟ به صوت یا به فرکانس تبدیلش میکنه. این فرکانس یا صوت میخوره به شاگرد، شاگرد از ماده شروع میکنه، به گوشش میخوره. شاگرد اگه گوش نداشته باشه یا نشنوه دیگه رشدی هم نمیتونه کنه. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. مهمترین عضو انسان گوش. میشنوه، بعد تصور باید کنه که استاد چی میگه. حالا اگه فرضاً در کلاس ما کسی نباشه، مثلا کسی از اعضای کلاس ریاضیات نخونده باشه، وقتی من میگم A2 مساویست با B2 به علاوه C2 یا در مثلث قائم الزاویه مربع وتر برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر، این متوجه نمیشه منظور چی هستش، من که ریاضی خونده باشه. پس برای خیال احتیاج به چی داره؟ احتیاج به آگاهی داره، یعنی باید بتونه تصور بکنه اول اون چی من میگم. بعد وقتی تصورش کرد، این باید چیکار بشه؟ این باید حلاجی بشه، حلاجی بشه. مثلا عدد بذارم بعد ثابت کنم بگم این فرمول کلی است، تبدیل میشه براش به عنوان چی؟ به عنوان یه قانون کلی میشه عقل، میره تو عقل شاگرد. اگه بحث فوق عقلی هم باشه باز همینطور است، این سری رو باید انجام بده، نزول رو شاگرد هم این سری رو چیکار کنه؟ انجام بده صعود. بله استاد به راحتی میتونه این کارو بکنه اگر دارا باشه، اما شاگرد همیشه به راحتی این کارو نمیکنه، چون هر قسمت و این از هر شأنی از شؤون نفس شاگرد باید با همون شأن استاد چی باشه؟ سنخیتی داشته باشه. مثلا اگه من فارسی صحبت کنم یه نفر انگلیسی زبان بیاد، ممکنه هوش و قویه برخوردار باشه، اما چون متوجه نمیشه، زبان بلد نیست، وقتی زبان بلد نیست تو کجا گیر پیدا میکنه؟ توی خیال گیر پیدا میکنه، چون نمیفهمه من دارم چی میگم اصلا. وقتی شما نفهمی من دارم چی میگم، از صوت کلن از ماده به از فرکانس به خیال تبدیل نمیشه، فقط در حد شنیدن شما صدا رو فقط میشنوید، دیگه نمیتونی تبدیلش کنی به یه امر خیالی. این از جهت ظاهریش. از جهت باطنیش هم همینطور، اگر مطلب فوق عقلی باشه، مطالب عالی معنوی باشه، استاد شاگرد اگر اینجا گیر داشته باشه، در عقل یا در خیال گیر داشته باشه، آلودگی گناه چیزی رو داشته باشه، نمیذاره اون مطلب درست تبدیل بشه و شاگرد به اون چیزی که استاد میدونه تبدیل نمیشه، در حد عقل میمونه فقط. یعنی فرمول کلی ازش میسازه، از بحث معنوی هم فرمول کلی میسازه. مثلا چی؟ مثلا الله به ذکر الله تطمئن القلوب، فرمول کلیه دیگه که با یاد خدا دل آرام میگیره، اونم بلده، خوبم بلده بگه، اما تبدیل بهش خودش نمیشه، به عنوان یه واقعیت تبدیل نمیشه. و خطرش این هستش که ممکنه قبول داشته باشه، حتی یقین هم داشته باشه، اما منشأ اثر نشه. قرآن میگه افرادی با واستیقنت ها انفسهم، با اینکه یقین داشتن اما جلوی پیغمبر ایستادن، یعنی از نظر اینکه بفهمن پیغمبر در حق با اوس یقین داشتن، به مقام یقین رسیده بودن، اما هرگز نتونستن کمک پیغمبر کنن، تو کفر خودشون مونده. لذا عقیده و یقین کافی نیست،
شما عقل رو میتونه قانعش بکنه. بیا برهان نظم براش بگو، برهان صدیقین رو بگو، برهان دیگه بگو، قانع میشه به اینکه خدا هست، قانع میشه به اینکه نمیشه نباشه. اما که واقعا بعد در عمل تسلیم بشه، سلام علیکم، سر تعظیم فرود بیاره، بیاد به عبادت، بیاد به عبودیت و بندگی، میبینید که اینجور نمیشه. چرا؟ چون در سیر نزول، در سیر صعود چی داشته؟ اشکال داشته، مسئله داشته. برای همین بحثی مرحوم علامه دارن که فقط اعتقاد کافی، اعتقاد و یقین کافی نیست، کافی نیستش، یه چیز بالاتری هست. حالا ما در اصطلاح خودمون در دروس معرفت نفس بهش میگیم اتحاد، باید اتحاد پیدا کنه، یکی بشه با اون حقیقت رو قبول بکنه. مثلا ننه ما بی سواده ولی یکیه، مثلا میفهمه، اتحاد پیدا که با حرفی که پیغمبر زده، شرم پا میشه تو اون آدم پیر زنی خودش، نماز شبش رو میخونه، نمیدونم روزه‌شو میگیره، اینها اون متحد شده. ولی یه پروفسور مثلا میبینه که تسلیم میشه، پروفسور هانری کوربن مثلا، هانری کوربن خب از فرانسه میومد اینجا پیش علامه طباطبایی، شیعه هم شد، بعدم کلی هم کتاب نوشتن، کتاب داره شیعه در اسلام و نمیدونم مسائل دیگه، مسلمان قوی هم هست، از نظر علمی هم خیلی قویه، تدریس هم میکنه، اما مثلا نماز نمیخونه، یعنی اعمال عبادی انجام نمیداد، چون اعتقاد پیدا نکرده بود. اگه بخوام فارسی بگیم یا لوری به قول معروف بگیم، میشه یه باور قلبی، یه باوری که به هر حال بله این ایمان هسته. مثل اعتقاد رو میتونیم مثل چی بگیریم؟ مثل حالت مردشوی، که ما و مردشوی هر دو اعتقاد داریم به این که چیه؟ به این که مرده کاری ما نداره. اما مردشوی شب راحتش، مرده میتونه بمونه، بخوابه، دست بهش بزنه. ما با اینکه علم داریم، یقین هم داریم، یعنی حاضر میریم تو مجامع علمی اثبات کنیم، میگیم یا ما حاضرم اثبات کنیم که مرده کاری بالا نداره، بیا این مرده نه کنیم، من میزنم اینا هیچ کاری میسوزونیمش، همه قبول دارن، اعتقاد سر جاش هست، اما باور نیست. باور اگه باشه اون شب نماد به ترتیب پیش بخوابه، یه جسم دیگه، هیچ فرقی نداره، سرتو بذار رو مرده بخواب، مثل متکا میتونی این کارو بکنی؟ نمیشه این کارو کرد دیگه. مرده شو چی داره علاوه بر ما که اعتقاد داریم؟ اون ایمان داره، باور قلبی داره. بحث ایمان غیر از این مسئله هستش. عرضم خدمتتون که حالا من این بخواستم به عنوان تذکر اخلاقی گریز زدم، حالا برمیگم سر اصل بحث خودمون. پس سیر وجود چجوری بود؟ سیر وجود این بود که از اون مرتبه عالی خودش اندیشه که بسیط بود و خالص بود، تبدیل اومد به عقل، خیال، ماده، تبدیل ماده شد و از ماده دوباره سیر شاگرد هم همون سیر رو انجام داد. تو این صحبت خیلی ظرافت هست، یعنی اگر کسی بخواد رو این دقت بکنه، بسیاری از مسائل عالم وجود و فهم هستی براش راحت میشه تو همین مثال، خیلی وحشت میشه. یکی نمونهشو فقط عرض کنم خدمتتون، بقیه پرده برداریش تو دروس معرفت نفس میشه از این حقیقت. با اون هستش که دقت کنید استاد تو چه مقامی است؟ تو مقام اندیشه است، در عالی ترین درجه هستش تو وجود. حالا میخواد تبدیلش کنه چیزهای پایین، استاد چقدر طول میکشه تا اینو تبدیل بکنه؟ استاد داره صحبت میکنه، میخواد اون اندیشه خودشو به گوش شاگرد برسونه، بین این کار، بین تصمیمی که میگیره و عملی که انجام میده چقدر فاصله است؟ هیچ فاصله ای نداره. یعنی استاد میگه کن، بعد چی میشه؟ بعد فیکون میشه. یعنی استاد نمیاد سر کلاس بشینه یا قبل از کلاس بگه خب من وقتی رفتم سر کلاس اول میگم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد مثلا میگم الحمدلله رب العالمین، بعد میگم که این کلمه رو میگم، بعد بلافاصله اون کلمه از دهنم در میاد، بعد مثلا میگم است، بعد میگم و، بعد میگم پس، بعد میگم چی. هیچوقت استاد اینجوری نمیگه که. استاد اندیشه است، میاد سر کلاس، نیازی نداره به این که بشینه فکر کنه که من چجوری اینو نازلش بدم، از کجا بگم، چه کلمه رو بگم، نه، خودش میاد به محض اراده میکنه، وقتی اراده کرد همون میشه، این میشه کن فیکون. درستی چی میخوام بگم دیگه؟ خلق میکنه استاد، این میشه خلق، کن فیکون. تو هر مرتبه اینجوری هستش، درست فرمودید؟ خب حالا استاد خلق میکنه، چیزی هم اضافه میشه این وسط یا نه؟ وجود اضافه میشه، درسته؟ وجود اضافه میشه دیگه، وجود شاگرده همه اضافه میشه، سعی وجودی پیدا میکنن، اما ماده این وسط نیستش. یعنی چی؟ بله سری دیگه هست، استاد میتونه حذف کنه واسطه ها رو، بله اگر شدت سنخیت باشه استاد میتونه واسطه رو، یکی دو تا واسطه رو حذف کنه، یعنی مثلا دیگه لفظ و صوت حذف شه، فقط انتقال خیال باشه، از طریق خیال با هم محاوره بکنه،
او تصور کنه، اینم تصور کنه. این تصور کنه چی میخواد بگه؟ اونم بفهمه که این داره چی میگه. این امکان پذیر هستش، یعنی صوت و لفظ رو حذفش بکنه. این تو کسایی که قدرت دارن و آمادگی دارن و شدت سنخیت بینشون هست، این انجام خواهد شد. نه سر این سر علمی نه، لازم نیست. نه به این صورت، مثلا شاگرد کتاب نخونده، لفظم نخونده. امام زمان علیه السلام وقتی میاد مثلا مرحوم کاظمی هستش گویا، همین پیرمردی هم که توی محرم جام تلویزیون نشونش داد، اسمش هم یادم رفت، رحمت الله علیه، حضرت دست میذاره اون میشه حافظ قرآن، همون شده تیفاش مش کاظم، سید کاظم بود، سید بود یا غیر سید بود یادم نیست. بله، یا از طرف عالم خیال میاد، عالم خیال بشه چی؟ میشه تو خواب، تو خواب میاد یه چیزی به شما میگه، شما صبح پا میشه میبینه که بلدی دیگه، خیلی چیز داره بلدی. چه معانیش رو قرآن متوجه میشد، مثلا میفهمی کدوم آیه است، بعد بین آیه و حدیث رو تشخیص میداد. به هر حال اینه دیگه، همون هم علمه دیگه، علم علم نیست. نه اون کسی بخواد کسب بکنه نمیتونه، نباید سیر پی کنه، باید سیر پی کنه. وجود بهش اضافه شده نشده، ولی واسطه هم هست شده. چه علم دیگه، اون علم دیگه، اون به وجوده، یعنی وجود بهش اضافه شده. این که میتونه تشریح بده این آیه قرآن علم نیست. مگه باید حتما معنی بشه که از این بشه علمه؟ این که این قرآن رو میدونه، حفظ هم هستش، نمیدونم، میتونه تشریح بده این آیه قرآنه، علم دیگه. صد تای علمای اینجوری میخوایم نباشه، یه دونه علم اونجوری بدن به ما بسه. حالا مگه اونایی که رفتن کار کردن بیشتر از اون، مثلا خیلی از اونایی که کار کردن بیشتر از اونم نمیدونستن. خب درست شد، چجوری شد؟ من این یه مثال بود راجع به تنزل وجود. من تو خودتون مثال دادم که راحت تر بشون تشخیص بدید یعنی چی تنزل وجود، از کل به جز چجوری میشه میاد. خب من توضیح بدم راجع به که حد برداشته میشه. شما در حد ماده گرفتارید، شما در حد ماده وقتی هستی، الان گرفتار ماده هستی تو عالم ماده، میخوای الان از اتاق بری بیرون، باید بری درو باز بکنی، بعد بری از پلا بری بیرون، بعد توی عالم بالاتر جو تو عالم برزخ، شما خواب خودتون دید دیگه، تو خواب که نمیاد بری از پله بیای بری پایین، خیلی وقتا میپری، پرواز میکنی، آسمون اول، دوم، سوم، همینجوری میری بالا، بعد در یه زمان میتونی چند جا برید سیر بکنی. بعد خیلی حدایی که تو ماده است و عالم برزخ وجود نداره دیگه، شما خوابش هم که دید دیگه راحت دیده، عالم خواب همین سر شما داره به صورت واقعی تیم میکنه، یعنی حد بالاتر اونجا چیز کمتر شده، حد کمتر شده، اعدام و نیستی ها کمتر شده، بیشتر چی اضافه شده؟ وجود اضافه شده، قدرت اضافه شده، اثر و توان اضافه شده. بالاتر از برزخ هم برید مخمی خواهد شد. یعنی چه غیر ماده؟ خب متوجه نشدم سوالتون رو. درست این کجوم غیر ماده بود؟ خب
بالاخره ماده تبدیل شده در برای ماده، دوره ماده رشد کرده، تو تبدیل به صوت میکنی، صوت اومده تکامل پیدا کرده، صوت تکامل پیدا میکنه میشه به اون. خب بعدی دیگه شما بیارید تو قالب لفظ تاثیرش بیشتر میشه دیگه. اگه که تو خواب یه کلام به آدم بگم بفهمه یا یه دفعه منتقل کنم بفهمه، شما تو خواب یه بعضی وقتا خواب میبینید، این زیاد رفقا به من گفتن تو خواب خواب این داره عربی صحبت میکنه، اصلا درس عربی نخوندی یا اصلا داره انگلیسی صحبت میکنه راحت مثل بلبل، بعد اونجا این آموزش هست، اون انتقال هست. اینجا شما بخواید بیا انگلیسی یاد بگیرید بعد چند سال خودتو بکشی، آخرام علی در مدت سال 5 دانشگاهی اندازه هیچه رو اپر تحقیش نمیتونی زبان این، یعنی این معلم ماده است دیگه، من باید بشنوم این که اثرات درست میکنه دیگه، هی حد میکنه من، اما تو خواب من راحت مثلا میتونم انگلیسی صحبت. درسته چرا دیگه گفتم میتونه حذف شه، در بعضی موارد میتونه این حالت تبدیل ماده حذف شه، یعنی اصلا استاد بدون اینکه احتیاج به حرف زدن داشته باشه چیزی رو منتقل بکن. نه اصلا این منظورم این نیست، اصلا این نیست، منظور محاوره خیالیه، یعنی استاد همین جا نشسته جناب علی هم تو خونه تونید. بله تلپاتی کنه، تلپاتی خوب هست من نیست دارم به وفور داره انجام میشه. اصلا نگیم حالا تو تلپاتی احتمالا مسئله انرژی مطرح هست، تمرکز هست، انرژی هست، انتقال انرژی اون چیز هست، اما این که من دارم میگم چیزی بالاتر از این هست. مثال راحتش براتون زدم دیگه، خواب، خواب که دیگه شما کاری ندارید تو خواب. بیا که اصلا حالا دیگه حالا میشه دیگه انواع و اقسام داره این وضع، هیچ حدی نداره. بعد یه مرحله عالی ترش تو خود انسانه، خود انسان میتونه همین کار انجام بده. کی میتونه بگه کجاست؟ خود انسان میتونه ماده رو حذف بکنه بعد وجود رو اضافه بکنه. آفرین، تو تفکر، انسان تو تفکر وجود اضافه میکنه دیگه. شما وقتی داری تفکر میکنی اما ماده که شروع نمیکنی که، از خیال شروع میکنی یا از بالاتر از اون حتی شروع میکنی، چند تا واسطه رو حذف کردی شروع میکنی تفکر. فکرک یهدیک الی الرشاد و یهدوک الی اصلاح، رشدت میده فکر دیگه. این همه به تفکر شده، این برای شما تو تفکر حذف میکنی اصلا از ظرافت تفکری هستی، شما دیگه استادی هم نداری، خودت از خودت داری استفاده میکنی. حالا انرژی مصرف بشه بشه، اون انرژی مصرف بشه، اما ماده حائل نیست به عنوان حامل علم. اصلا مرده معنا نداره، ما مرده ای نداریم، جسم از بین رفته، اصلا جسم کاره نیستیم اصلا. بله اونجا هم همینطور است. خب مثل که فرصت نموندی ما این قسمت تمام شدیم، جلسه بعد در مورد سریان عشق به مبدأ وجود در همه هستی، در همه وجود صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.